سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و آدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ازکت ها و آمت حتی او فی ها طویل و انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد. بله. رجایش مشخصه چون بهش علاقه داریم، ولی اون خوفی که انسان ازش علاقه هم بهش نداره، برای چی نگرش داره؟ اگر شنیده باشید تو بحث های روانشناسی گاهی میگن مبارزه با یه چیزی سبب در حقیقت ابقاء خود او میشه، لذا باید گاهی یه صورت ذهنی رو که انسان ازش خوشش نمیاد گاهی باید اینجوری باشه، در صدد مقابله باهاش بر نیاد، چون خود در صدد مقابله برآمدن خودش چی هستش؟ حفظشه، چون با دائم حفظش بکنید تا باهاش مقابله بکنید، گاهی تقویتش حتی. همون جوری هم که در بحث اون اگر یادتون باشه بحث کسی که مالی خوریا داره، با اینکه از درون خودش میزاده میشه و از این جهت تناسب داره باش، اما از اون جهت که همون صورت هراسناک براش ازش میترسه، لذا خوفی که اینجا ایجاد میشه گاهی خوف برای فرار از اون شیعه، اما خوفی که برای فرار از اون شی نشأت میگیره سبب بقاء اون شی در درون انسان میشه، حفظ اون میشه. یعنی همون انسان مثلا عرض میکنن از این خرافاتی که الان هست نمیدونم قول و از اینا میترسه، ترس از این سبب بقا شده که دائما این حراسش رو تو جاهای مختلفی دنبال چی باشه؟ گریز از او باشه، از تاریکی گریزانه، چون میترسه در اونجا غولی یا روحی یا خلاصه این اسمای نمیدونم دیگه ای که براش گفتن بختک برای نمیدونم چی نمیدونم انواع اینها، ترس ازش سبب حفظش شده، نه شوق بهش، هیچ که به اینا شائق نبوده اما ترس داشتن از اینها، درسته؟ شاید بخوایم بگیم که ترس سبب بقای بالاتر هست از شوق، گزافه نگفتی، برعکس اونی که شما میگید که خوف نباید سبب بقا بشه، شاید طول تاریخ بشر ترس ها سبب بقای خیلی از چیزها شده که الان ماندگارتر از شوق ها هست و اون چیزهایی که در سر شوقه گزاف نگفتیم، لذا ترس در وجود انسان یه حقیقتی است که خیلی اثرگذاره، خیلی، لذا دین هم چون این ترس و شوق در درون انسان خوف و رجا دو قوه‌ای هستن که خدای تعالی مستودع کرده در وجود انسان و قرار داده، اگر درست استفاده بشن اینها و تربیت بشن عالی ترین کمالات با همین ها محقق میشه، اگر درست به کار نگرفته بشن چه در جانب افراطش چه در جانب تفریطش هر دو در حقیقت ویرانگرن در جانب عواطف و احساسات، لذا این دوتا دو قوه است در وجود انسان و همین ها باعث میشه که خرافات از جانب افراط اینها و تفریط اینها باقی بمونه و بقا پیدا کنه. بله. مثلا این زمینه‌اش هم وجود داره، مثلا چه شب میره مثلا مثلا سطح باطنی میاد که میخواد پانزده هم مثلا بدونه چجوری بره شهود و واقعیت تمیز قابل بشه، هرچند بین برای اولیاء الهی معیاری برای این هست که بین شهود و بس خیال در این ارتباط تشرفات تمایزاتی و وجوه تمایزی رو ببینن، لذا وقتی کسی خدمت اولیایی که مسلطن به مسئله برسه او میفهمد که این خیال در خیال هم دو قسمت دارد، در مرتبه خیال بوده یا در مرتبه واقعیت، خیال هم دو قسمت دارد، یه مبحثش که ما بحثمون در این است که اکثر مشهودات و به اصطلاح تشرف ها در مرتبه عالم مثال است، اکثر شاید بیش از 95%
اون تشرفات در عالم مثاله. اما اگر گفتیم در عالم مثاله دلیل برای اینکه واقعیت نداشته باشه نیست، دلیل برای اینکه مثل خواب و خیال متصل و ساخته خود فرد باشه نیست. بین اینکه تشرف در مرتبه مثال منفصله، یعنی در بیرون عالم مادی نیست، فرق است با اینکه بگیم اصلا واقع نیست. یه موقع است بگیم این واقعیت ندارد، خیال است، یعنی انسان خودش ساختش، مثل خواب، مثل خوابها که صورت دهیش خود انسان میکنه. اما تشرفات در عالم مثال منفصل است، البته بعضیش هم در مثال متصل است. در مثال منفصل است یعنی اینکه انسان در عالم مثال به محضر حضرت تمثل است. دقت میکنید، مثلا تمثل لها بشرا سویا، یعنی اگه کسی دیگری اونجا بود میدید؟ نه. یا اگر میفرمد مثلا مثل له برای او مال و ولده و در حقیقت عمل او برای او مال و عمل و ولدش تمثل پیدا میکنند در اون لحظه، دیگری نمیبینند. اگر در حقیقت میفرمان در روایات که در لحظه آخری که انسان میخواد از دنیا بره همه ائمه حضرات و معصومین برای او مثل له متمثل میشن، یعنی دیگران که کنارش نشستن هیچ کدوم نمیبینند. درسته؟ حضرت آیت الله قحطان نقل میفرمودن، میفرمودن که حالا جوری نقل میفرمودن که مثلا به غیره، اما به ظاهر میومد که مربوط به خودشونه، چون متعدد نقل میکردن با بعضی از جزئیات. فرمودن جمعی داشتن عبور میکردند، بعد کسی از بین این جمع دید که از روبرو کسی داره میاد. وقتی که دید از کسی داره میاد، این خلاصه احتمال داد که این حضرت باشد. گفت خب من در ظاهر سلام نمی کنم به ایشون، در دلم سلام میکنم. اگر ایشون جواب من رو داد معلوم میشه که حضرته، چون خود انسان گاهی وقتی میخواد مشرف بشه اینجور نیستش که تمایز داشت ببینه که آیا حضرت، بعضی وقتا اینجوره، یعنی متشابه براش ابتداعا، نه بین حضرت و یه امر در حقیقت به اصطلاح شیطانی، نه بین حضرت یا یه امر چی؟ نائبان حضرت، رجال حضرت، آدمای خوبی دیگه که از طرف حضرت باشن. گفت خلاصه این نگاه رو داشت که تو دلم سلام میکنم. بعد وقتی از کنار هم عبور کردنشون جواب سلام رو داد، بعد گفت رو کرد به بقیه اطرافیانش، گفت دیدید این آقا رو مثلا؟ ایشون گفتن کدوم رو تو میگی؟ مثلا ما کسی رو ندیدیم، با اینکه با هم بودن از کنار عبور میکردن، اما او دیدار در کجا محقق شده بوده؟ در عالم مثال. لذا اکثر تشرف های به خدمت حضرت، حتی سید بحرالعلوم بزرگوار میفرماید که اون تشرفی که در اون پولی که لازم داشتن و براشون حواله شد و حتی رفتن از اون مغازه این پول رو مثلا بار زدن برداشتن آوردن، خلاص با همه اون مسائلی که بود، میگه وقتی که فردا رفتن دنبال اون مغازه دیدن مغازه در اونجا اصلا در کار نیست، مغازه در کار نیست. نه اینکه مثل این شرکت های جدید باشن که یه روز شرکت رو اجاره میکنن بعد هم جمع میکنن تمام میشه حضرت این کار کرده باشه، احتیاج به این کارا نیست. اونجا نظام تمثلیه، ولی کسی که در اون مرتبه تمثل واقع شده تا مسلط نباشد به مسئله، واقعا همون حقیقت عینیه خارجیه مادیه میبیند و اگر دیگران هم اونجا باشن تعجب میکند که ندیدن یا نمیبینن، اصلا متعجب میشه چون در واقع میبیند، در بیرون میبیند. بر مثل کسی است که در خوابه، تا تو خوابه خواب رو چی میبینه؟ این واقعیت میبینه. مثلا یه خواب ترسناک میبینه، تو اون حالت داشته دق میکرده در ترس، ولی وقتی یهو میپره از خواب چقدر خوشحال میشه که این خواب بوده، چون تو اون حالت نمیتونست فکر کنه این خواب بوده، دست خودش اون حالت بیداری میدی، واقعیت میدی. یا نه برعکسش یه خوشحالی عظیمی بوده، بلند میشه میبینه نه خواب بوده و سراب بوده و چیزی تحت حسرت دارد. لذا این اکثر تشرف ها در عالم مثال است اما واقعیت دارد. ملاک بگه این که عالم مثال متصل و منفصل چی باشد، البته او رو به سادگی قابل ارائه نیست که کسی مثل ما بلد باشه. اولیاء الهی میتونن تشخیص بدن که اون ملاقاتی که صورت گرفته آیا واقعی بوده یا خلاصه غیر واقعی بوده. خیلی همگاهی
در انگیزه برای که تبیین بین این دوتا رو بکنن و جدا بکنن نبوده، چون علت ها علت های بیان بیان سخت و سنگینی داره. خب این بحثی که دیروز در خدمت دوستان بودیم راجع به بحث دیروز و امروز یا بحث دیگه است؟ خب بله سر قوه خیال نفس انسان به اصطلاح مدیر و مدبرشه، چون همه اینا جزو قوای نفس هم. اما منتها قوای نفس بعضیشون تابعیتشون محضر است، بعضیشون سرکش هم، نه تابعیت چیز دیگری داشته باشن، سرکش هم، یعنی خیلی قوی هستن. نفس تا قوی نباشد بر این سلطه پیدا نمی کنن. مثل این بچه های پر انرژی میمونن. با اینکه بچه پر انرژی تابع نفسشه، اما بچه پر انرژی انرژیش بیش از توان نفسشه، لذا کارایی میکنه که خودش هم گاهی بچه نمیخواسته اما شده دیگه، تونستم عرض برسونم. این قوه خیلی سرکشه، باید نفس خیلی قوی بشه تا این تحت سیطرش کامل در بیاد، نه از جای دیگه اداره بشه. اما چون در حقیقت سرکش و پر انرژیست، اگر نفس ازش غفلت بکند یا قوت نداشته باشه، خودش در حقیقت شروع میکنه با معلومات خودش به کار افتادن از درون. دقت میکنید؟ جنبش درونی دارد. اینها ترکیب میکنه صورتها رو با هم دیگه. یه توان درش که باید نفس اینها رو به کار بگیره، کنترل بکنه، تعدیل بکنه. نفس وقتی قوی نیست، نفس وقتی که مادهشو برای او آماده میکنه، یعنی چی مادهشو آماده میکنه؟ یعنی صورت‌های زیاد رو میفرسته تو درون خودش، مبصرات، مصنوعات، مشروع، همه اینا رو میفرسته تو درون خودش، درسته؟ مادهش رو آماده میکنه، مثل یک کارخانه عظیمی که مواد اولیه رو بهش بدی، این کارخانه روشن هم هست. خب این وقتی مواد اولیه بود، این شروع میکنه به تولید. دیگه الان درس تو نیست که مواد اولیه رو دادی بگی تولید نکن دیگه بهش. این درون شروع میکنه در حقیقت به ترکیب اینها. کارش اینه. مثل قضا میمونه که شما بریزید تو معده، وقت معده دیگه حالا نفس انسان، درسته که قاضیه جزء قوای نفس انسانه، اما اینجور هم نیستش که نفس الان دلش بخواد به این قضا بگه هضم نشو، درسته؟ دلم الان بخواد بگه قضا رو خوردم هضم نشو، یا نه زودتر هضم رو کار دارم خواهم بخوابم، اینجوری دیگه نیست دیگه. این قضا رو گرفته شروع میکنه خودش به چی؟ با اینکه از جزء قوای قیام هم از جزء قوای نفسه. همه جهاته، یعنی گاهی استفاده شیطان به این است که صورتی رو در خیال ایجاد میکنن که انسان به اون صورت علقه پیدا بکند، از خودش ببیند و آثاری رو که برای مترتب است محقق بشه. گاهی به این است که انسان رو مشغول میکنه به کارهای دیگه تا قوت برخیال پیدا نکنن، تا قوه خیال آزادتر بچرخه، تا نفس، تا شیطان در این جانب قوه خیال آزاد چیکار بکنه؟ از آزادیش سوء استفاده بکنه در تصرفاتش، در تاثیرگذاری بر انسان. گاهی در ورود اون در حقیقت صورتها دخالت میکنن، به طوری که انسان رو خیال زده میکنن، در صورتی که میخواد وارد بشه دخل و تصرف ایجاد میکنن، یعنی با اون حب و بغضهای سابق، با اون نگاهش صورت رو از حالت واقعیتی که میخواد وارد بشه به صورت وهم وارد میکنن، نه واقعیت. لذا میبینید که یه چیز رو میبینه اما با نگاه به اون تصمیم گیریش، تصمیم گیری صحیح نیست، چون حب و شیعه یومی و یوسم کور رو کر میکنه دیگه. باید که داره میبینه اونجوری که دلش میخواد میبینه، نه اونجوری که هست. اینم دیدنه ها، اما دیدنیست که چیه؟ اونجوری که میخواد میبینه، نه اونجوری که هست. یعنی با یک در حقیقت بغضی، وقتی بغض دارد، این بغض باعث میشه صورتهای بیرونی که میبینه چجور ببینه؟ همه رو به گونه‌ای ببینه که تو راستای اون بغضشه، رنگ اون بغض تو همه اینا چی میشه؟ اینم از مثلا کارهای شیطانه که تصرفاتش رو جوری بکند که در خود ورودی ها هم تأثیر بذاره، در خود ورودی ها، در تحلیل ورودی ها که بعد اینا رو بخواد با هم ترکیب و تحلیل بکند، در خلاصه ایجاد صورت‌های جدیدی در ذهن، یا در نوع چون میدونید هر دو چیزی که با هم ترکیب میشن یه اثری ایجاد میکنن،
در نوع ترکیبی که بین دو صورت خود ایجاد کنه، نوع ترکیبی رو ایجاد کنه که نتیجه چی بشه؟ چهار تا صورت والده رو جوری کنار هم میچینه که انسان انتاج، قوه انتاج، نتیجه گیری پیدا بکنه. این نتیجه گیری میشه چی؟ وقت میگن همه رو با هم ندید، این چهار تا رو دید، بقیه‌اش رو ندید، نتیجه‌اش میشه محبت بیجا یا بغض بیجا. درسته؟ همینا رو اون زمینه‌شو آماده می‌کنه. هیچ کدوم رو درش فاعل مستقل نیست. همه‌شو زمینه‌شو ایجاد می‌کنن. فاعل فقط نفس است. خب این بحثی که دیروز خدمت دوستان بله. که الان نفس جهات متعددی دارد. یکیش این است که تا نفس در حقیقت تحت کنترل کامل نیست، یکی از راه‌ها این است که ورودی ها رو باید کنترل کرد تا ورودی ها آزاد یله و رها نباشن. قبلا هم راجع به این صحبت کردیم اگر یادتون باشه که وقتی ما سه تا عدد رو بخواب با هم ترکیب کنیم چی میشه؟ یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی، یه ترکیبه. یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی از سه تا عدد یک و دو و سه یه ترکیب خلاصه حساب کنید، شاید 15-16 تا عدد از سه عدد ایجاد میشه. اگر شد چهار عدد چی میشه؟ یک دفعه این نه اینکه دو برابر بشه، دقت میکنید؟ نه اینکه یه دونه اضافه شده بگید یه مقداری، نه، یک دفعه که انهو به توان میرسه. حالا اینا رو محاسبه باید بکنید. اگر یک دونه دیگه اضافه بشه همینجور، حالا حساب کنید که نفس ما از ابتدای کودکی ما میلیاردها صورت در وجودش وارد شده، صورت‌های مسموم، مبصر، خلاصه مشموع، همه اینا مسموم، همه اینا وارد شده. درسته؟ اینا با هم قابلیت ترکیب دارن همشون. نفس این قوت رو داره در مرتبه خیال که ترکیب بین اینا ایجاد بکنه. خب حالا فرض بکنید که اگر انسان اختیاراً یک صورت را اختیاراً نگاه نکرد، یعنی قرار بود 1,001,000,000 بشه، درسته؟ این آخری که یکه بشه 1,001,000,000، یه دونه کم بشه در ورودی ها، ترکیبات چند تا کم میشه؟ هر عددی که تو اون ترکیبات قبلی بود رو ازش جذر بگیرید. اینجا به توان میرسید، اونجا چیکار میکنید؟ جذر میگیرید. خیلی عظیمه، خیلی در حقیقت قدرت تصرف نفس در این قدرت تصرف خیال در اینجا چی میشه؟ با اینکه هر روز هم نزدیک نامتناهیه، چون 1,000,000,000 صورتی که قابل ترکیب اینا 5 تاش میشد چه قش 6 تاش میشد ترکیبش چه قش 6 تا عدد، الان 1,000,000,000 فرضاً، درسته؟ با اینکه الان هم خیلی عظیمه، اما در این حال عظمتش رو خیلی محدود کردی با این جذر گرفتن که یه دونه وارد نشده. غیر از این که این خود مسئله که یه دونه کم میشه اختیاراً این چقدر آثار دارد، یکی دیگه‌ش هم این است که من چون اختیاراً یکی رو نگاه نکردم، از رها بودن خارج شدم، از آزاد و اطلاق رها شدم، ارادم رو به کار گرفتم، این یه دونه رو که ارادی ندیدم، ندیدن ارادی خودش تقویت اراده است. تقویت اراده نتیجه‌ش این میشه که نفس انسان قوت پیدا می‌کنه در این اصطلاح خودش قوت پیدا می‌کنه. وقتی نفس قوت پیدا کند، در وقتی که انسان حالت قطع ارتباط با عالم بیرون دارد و مثلا خوابه یا نه میخواد حضور قلب داشته باشه، این نفس قوت پیدا کرده، همین مقدارا به همین نسبت یه دونه صورت وارد نشده، در ترکیب بین این صورت‌های قبلیه همین قوت ارادی اثر میگذاره تا چی بشه؟ تا اون ترکیبات به صورت یه دوره ها کمتر محقق بشه، بلکه همین مقدار. حالا حساب کنید که اگر همه ورودی های انسان چی بشه؟ اختیاری بشه، یعنی با اراده محقق بشه. هرچی که انسان وارد وجودش میشه قبلش در حقیقت تربی و تفکر کرده باشه برای ورودش، اختیاراً این رو که میخواهد وارد کند، قطعاً خیال انسان کاملا تحت قوه نفس قرار میگیره، قوه خیال تحت قوه نفس قرار میگیره و ترکیباتش در خواب هم اختیاری میشه. حتی در خواب هم ترکیبات چی میشه؟ لذا انبیا خوابشون چی بوده؟ عین واقع بوده. خوابشون صورتی که او رو دور کنه از چون خیالشون کاملا تحت کنترل چی بوده؟ اونجا که در حقیقت یوسف سلام الله علیه
خواب میبیند که در قدر رأیتم احد عشر کوکبا و الشمس و رأیتم لی ساجدین. درسته؟ درسته؟ این شمس و قمر و کوکب اینها رو به صورت واقع میبینه. یا اون جایی که ابراهیم خلیل میفرماید که یا بنی انی اری فی المنام انی اصبحک. درسته؟ شک نمی کند که تعبیر این چیه تا برم تعبیرش رو محقق کنم. شروع میکنه همینطور مثل وحی باش عمل کردن انجامش میده. ببینید این مطلقشه کامل در اینم در حقیقت رهای مطلقش اون طرف. بین اینها بلا ماشاءالله مراتب چیه؟ سلام علیکم ورحمت الله. مراتب تشریحیه. این بحث خیلی مهمیه از جهت تربیتی بحث بسیار مهمی است. اما منتها حواسمون باید باشه که اگر یه موقعی در مقام کنترل نفس خیال کسی میخواد بر بیاد، نباید بگه از ابتدا همه صورت ها رو باید کنترل شده وارد کنید. این بدتر نفس رو جمعی میکنه، چون نفس مثل یک اسب، خیال انسان مثل یک اسب سرکشه که اگر این اسب سرکش رو با سرعت نزدیکش بشید چی میشه؟ اصلا چموش فراری میکنه که دیگه زیر بار از دورم بخواد ببینه شما رو دیگه وایده نیسته. لذا باید خیلی ذره به ذره. به ما میگن مثلا اگر 40 لقمه غذا میخورید 39 تاش یه لقمه کم کنید تا نفس متوجه نشه که داری خلاصه میخوای رامش بکنی، میخوای ازش در حقیقت سوارش بشی. اسب سرکش رو باید ذره ذره نزدیکش شد، همونجا یه ذره که میری جلو وایسی دیگه، حالا یوش رو نکنید دویدن طرفش، او از شما سرعتش قوی تره در فرار. لذا دیگه زیر بارم نمیره، دیگه میترسه از آدم، دیگه جرئت نمیکنه، اصلا از دورم که ببینه ما رو دیگه فرار میکنه. لذا باید خیلی ذره ذره آرام آرام تدریج با حوصله با صبر نزدیک شد. لذا میگن اگر میخواید حواستون رو کنترل بکنید درز بگیرید. درز گرفتن چیه؟ میگن پیران که دوختن چی بوده؟ گشاده یه ذره مثلا میبینید نیم سانت حالا چکار میکنن؟ نیم سانت اینو در این درز گرفتنه. درز گرفتن به همین مقدار نزدیک شدنه، نه اینکه انسان یه دفعه بگه خب حالا من از این روز دیگه تصمیم میگرم چی بشه؟ تمام وارداتم کنترل شده تر باشه. بعد میبینه زمینی میخوره، نمیگم ابدارها، اما میگم روش عملیش کمتر برای کسی، مگر اینکه یه جذبه الهی کسی رو جذب کنند یک دفعه همه اینا رو زیر و زبر بکنند. البته لذا ورودی محرمات در مرتبه اوله که محرمات ورود پیدا نکنند. دقت میکنید؟ بعد کم کم مکروهات، اگر این در حقیقت تثبیت شد، بعد کم کم به مباحات میرسد که مباحات چی بشن؟ مباحات کم کم درس گرفتن، کم کم همون شکلی که مرحوم علامه فرمود تو مباحات، که خود مباحات این لیله برها بودن تو مباح درست نیست، بلکه مباح تحت امر خودش. از اول آدم تحت امر ببینه مباح رو، بعد کم کم خلاص مباح رو تحت کنترل در بیاره، به طوری که تو مباح قدم بر ندارد، عمل او یا مستحب باشد یا مکروه باشد یا واجب باشد، به اینجا برسه. یعنی هیچ در حقیقت عمل مباحی از انسان کامل سر نزند، با این خدای تعالی به او اختیار داده، اما عمل از او هر عملی که سر میزند این دیگه البته خیلی در اولیاء الهی است. لذا اگر تو نظام نوجوان یا کودک انسان میخواد قدم برداره، حتما باید چی باشه؟ اینقدر غیر محسوس باشه، اینقدر دقیقت غیر معلوم باشه که اصلا برای کودک سوال انگیز نباشه، طبیعی جلوه بکنن. دقت میکنی؟ اگر قضاشه، اگر در حقیقت کارهای دیگشه به همین نسبت. خب در بحث دیروز که گذشت عرض کردیم که بحث احساسات و عواطف یکی از نقش‌های اساسی و پررنگ تو تربیت دارن و نظام دین هم به این بخش از خلاصه نظام فطری و طبیعی انسان که نقش عواطف و احساسات در رشد انسانه خیلی توجه کرده. یعنی همون جوری که عواطف و احساسات منشأ و مبدأ خرافات و خیال زندگی ها بود که دیروز بیان شد که باعث میشه که عواطف و احساسات به اصطلاح همون خوف و رجا، به تعبیر دیگری عواطف و احساسات در قبال خیال باعث بشن یه خرافاتی ترویج بشه تا اینکه سنت بشه، رایج بشه، از این طرفش هم دین هم برای نجات انسان، برای کمال انسان، برای رشد انسان از نقش عواطف و احساسات غافل نبوده، چون خودش خلق کرده خدای تعالی و میدانه چقدر عظمت داره و قوت داره. این حقیقت اکثر تعالیم دین رو بر اساس عواطف و احساسات پایه‌گذاری کرده، اکثر
به اصطلاح احکام دین، اخلاق، قالب‌های دینی، اکثر آداب دینی، اکثر اینها بر اساس عواطف و احساسات پایه‌گذاری شدن. جوری است که عواطف و احساسات می‌پسندن اینها رو. اینها رو در حقیقت میل پیدا می‌کنن. مثلا ببینید شما، اگر ما تو نماز یا حج یا آداب مختلف، مثلا تو نماز این جماعت، خود نماز قالبش که قیام و رکوع و سجده است، اینا میدونید که خود اینها، این حالتها، دست به دعا بلند کردن بینش در تکبیراتش، اینا تمامش با نظام عواطف و احساسات انسانه. منتها عواطف و احساساتی است که نازله چیه؟ نازله عقله. یعنی این عواطف و احساسات عقل منشرحه. یعنی عواطف و احساسات تو نظام دینی میشه عقل چی؟ منشرح، عقل بسط یافته، عقل تفصیل یافته. منتها میشن عواطف و احساسات که بعید من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی همون جوری که تو نظام عالم وجود از خزائن و اسماء الهی مسائل تنزل پیدا میکنن، میان میرسن تا به عالم ماده که مرز عالم عدمه، در نظام معارف هم، در نظام تحریکات و در حقیقت به اصطلاح فضائل علمی و فضائل عملی هم، از نظام عقل محض این حرکت و تنزل صورت میگیره تا کجا؟ تا عواطف و احساسات مرز چی هستن؟ تو نظام مادی مرز اون حرکت های ظاهری هستن که با چشم دیده میشن، قابل لمسن. لذا ببینید حج با این آداب زیبا و عظیمش، ماها هنوز خوب نتونستیم. من عرض کردم گاهی به دوستان، میان یه ورزشی رو به عنوان حالا یوگا مطرح میکنن، با رمز و راز آلود کردن بعضی از حرکات استنتاجاتی رو دنبالش میارن از همین حرکت های ظاهری، که من نمیگم حالا اینها قاعده دارد یا ندارد، آیا بعضیش واقعیتش هست یا نیست، الان بحثم در این نیست. میخوام بگم با یک راز آلود کردن و با یک در حقیقت نگاه اینو آنچنان زیبا و برای جذاب نشون، همین قالب رو، احساسات و عواطف رو تحریک کننده است، به سرعت جذب میشن، درسته؟ اما زیباترین قالب ها در حج، در نماز محقق است. درسته کسی که میره حج جذب میشه، یعنی کسایی که میرن حج ببینید این که یه حالت روحانیتی براشون ایجاد میشه، جذبشون از همین نظام ظاهر و از همین قالب های ظاهری تحریک احساسات و عواطف بوده. این که شیطان به صورت سنگی در اونجا مجسم است و زدن سنگ به او و پرتاب در رمی جمرات، این از زیباترین قالب های احساسات و عواطفی که به کار گرفته شده، که انسان شیطان رو ببیند در مقابل خودش و به او رحم کند و در حقیقت سنگ بندازه. دقت میکنی؟ در حالی که قطعا شیطان مادی نیست، قطعا شیطان او نیست، قطعا شیطان او نیست، اما اون در حقیقت، حقیقت به واسطه تجلیش تو عالم ظاهر در دوره از دوران در زمان ابراهیم خلیل، درسته؟ که اون تجلی رو پیدا کرده، این یک نمادی میشه، یک تحریک احساساتی میشه، یا جریان سعی بین صفا و مروه که قبلا مفصل که این شعائر چقدر عظیمه که از راه ظاهر باید باطن رسید، چقدر این جعل سعی بین صفا و مروه عظیمه که این حرکت رو، اون در حقیقت رفت و آمد رو، یا اون حالتی که در یه مرتبهش انسان حالت چی داشته باشه، حرکت تندتر داشته باشه در اون مسیر، همه اینها قالب‌های تحریک احساسات و عواطفه که وقتی که یه نفر از در حقیقت حجاج به صورت معمولی میرن برمیگردن، وقتی که براش میخوای بشه تعریف بکنه برای آدم، میبینی اولین بار که میره چقدر اینها جذبش کرده، که این حالت، اون حالت، این قالب، اون قالب، دیدید یا نه وقتی میشینید مثلا اولین بار که رفته باشید چقدر اینها رو براش جذابیت داره، چقدر زیبایی داره، چون اینا عواطف و احساسات. لذا ما تو نظام تربیتیمون اگر تحلیل کنیم اون چرا که در نظام دین به صورت استفاده از قالب‌های احساسات و عواطف به کار گرفته، تحلیل کنیم ببینیم چه جوری به کار گرفته، چه جوری بیان کرده، چه جوری این نمادها رو چکار کرده، به فعلیت رسونده و مرتبط کرده با عواطف و احساسات. محرم باید خلاصه لباس سیاه پوشیدن، پرچم سیاه زدن، نمیدونم قالب حزن در حقیقت تجمل نکردن، رعای اینا، این همه احساسات و عواطف رو تحریک می‌کنه دیگه.
تو مسائل مختلف که به اعیاده، اعیاد در حقیقت شیرینی پخش کردن، خوش بودن، ظاهر و آراسته کردن، استحباب مثلا در جمعه به اصطلاح تنظیف داشتن، نظافت داشت، اینا برید قالب احساسات و عواطفی که چیکار میکنه؟ با یک محتوای باطنی انسان رو همراه میکنن، یه محتوا و یه معنا رو در قالب میریزه. ریختن محتوا و معنا در یه قالب که اون محتوا با این قالب سنخیت پیدا کنه، این کار دینه، یعنی این کار اجازه، این اجازه که بتونه اون رو تنزل بده تا این مرتبه نشون بده. بعد ما برای این که بتونیم استفاده بکنیم که انه اینها القاء اصول شده در این مراتبی که محقق شده، تا ما تفریع رو یاد بگیریم که این القاء اصول در اینجا ها، تا ما یاد بگیریم با تحلیل اینها، ملاکیابی اینها، روابط رو نسبت هاش رو سنجیدن تو این قالب ها، بتونیم یاد بگیریم که تو مسائل جدیدی که پیش میاد چجوری قالب های احساسات و عواطف رو به کار بگیریم برای این مسئله. مثلا ببینید توی همین مسئله انقلاب ما، خب ببینید تظاهرات، درسته؟ تظاهر کردن مردم، مرد و زن آمدن به خیابان، حرکت جمعی، اینا خودش یه قالب احساسات و عواطفه. نمیشد فقط برای مردم اطلاع صادر بکنی مردم خلاصه اینجوری شاه ظالم است و در حقیقت باید برود، با اطلاع صادر کردن فقط محقق نمیشه، با یه قالب فقط گفتمان در حقیقت مناظره این و بیان اینجوری فقط محقق نمیشه، بلکه باید بیاد تو خیابون، بلکه باید بیاد در حقیقت ببینن همدیگر رو، این رابطه ها، این جمعیت. لذا ببینید که نمازها تأکید به جماعت، نماز جمعه، نماز عید، سالیانه است، اینا قالب‌های زیبا و زیادی است که روزه گرفتن، نخوردن، نیاشامیدن، مردم در عینی که سختشونه روزه گرفتن، اما وقتی روزه میگیرن کیف میکنن. مثلا گاهی ببینید وقتی میشینن کنارم یه ماه رمضان گذشته، حالا چی میشه؟ حالا در حقیقت خود خاطرات ماه رمضان براشون که رفع بر حقیقت جدا شدن از عادت هاست، تلخی ها و شیرینی هاش براشون خلاصه چیه؟ شیرینه، گفتنیه، یه حرف جدیده، یه کار جدیده، یه فعل جدیده، این جدید بودن یه قالبه برای این که لذا هر روز روزه گرفتن وارد نشده. یه مادر یا مسائل دیگه، قالب ها که نباید قالب ها و عواطف و احساسات رو هم عادی کرد، نباید عادی بشه، یعنی اینم یک نکاته که عادت شدن او رو از تحریک احساسات و عواطف خارج میکنن. بعضی از حرکت ها عادت بشه میشه ملکه، ملکه خوبه، اما عادی شدن به معنی که اون عواطف و احساسات دیده نشه دیگه، تحریک نشه، او خلطه، او بده. پس باید حواسمون مرز بین اینها باشه دیگه، اگه اجازه بدی. آره باشه، تا این تطبیق این قسمت رو بکنیم دیگه چند دقیقه هم قبلا. در ادامه این بحث من میخواستم نخونم این تتمه بحث رو، اما احساسم این بودش وقتی دوباره نگاه کردم دیدم این بحث مهم و مفیده و تذکرش و توجه بهش میتونه در حقیقت چی باشه، خود این برای ذهن انسان شکل‌دهی داشته باشه. بحث در این بود که خرافاتی ایجاد میشود و بعد این خرافات سنت میشه و بعد ایشون فرمود که فکر نکنید که این خرافات فقط در بین شرقیون بوده، بلکه در بین غربیون چی بوده؟ اعظم از این، بلکه در حقیقت اشد از این محقق است، اقلا مثل ما هستن بلکه بالاتر از شرقی ها هستن. بعد ایشون میفرماید در دنبالش که دیگه حالا تطبیقشون میخوریم، توضیح رو ضمن بحث میدیم که اشاره تمام شه. و لا یزال الخواص من الانسان و هم العلماء، خواص که علما هستن، یحتالون، اینا دنبال چارجویی بودن، یحتالون از همون حیله و چارجویی میاد دیگه، دنبال چارجویی بودن، فی امهاء رسوم هذه الخرافات المتمکنت فی نفوس العامه من الناس بلطائف هی لهم، با در حقیقت چارجوهای مختلفی التي توجب تنبه العامه و تیقظ فی امره فی امرها و قد اعید داء الطبیب، این درد طبیب رو چیکار کرد؟ خسته کرد، یعنی اینقدر در مزمنه و اینقدر قوی است که طبیب عاجز شد، اعید داء الطبیب، این درد طبیب رو عاجز کرد، یعنی نتونستن طبیب نتونست بر این درد چیکار بکنه، علما خواص نتونستن بر این حالت عامه غلبه بکنن. فان الانسان، چرا دلیلش هم این است، فان الانسان لا يخلو من التقليد والاتباع فی الآراء النظریه و المعلومات الحقیقیه، من جانبه از یه طرف مقلد در بسیار از آراء نظریه که باید مقلد
نباشد. همونجوری که اول بحث فرمود که انسان در همونجوری که مثل اینا وقتی که بهشون میگه که خطاب میشه بهشون که اتبعوا ما انزل الله، میگن که چی؟ بل نتبع ما علیه آبائمون هستن، ما الفین علیه آبائنا، ما اونی که آبامون برون یافتیم، این تبعیت، یعنی اون همون خرافه‌ای که تبعیت و تقلید کورکورانه بودش. میفرماید که اتباع فی الآراء النظریه و المعلومات الحقیقه من جانبه و من الاحساسات و العواطف النفسانیه من جانب آخر. از یک طرف تقلید در آرا، از یک طرف احساسات و عواطف، این دوتا تو جانب نظر و عمل دست به دست هم میدن، انسان رو از در حقیقت نجات پیدا کردن چکار میکنن؟ دور میکنن. این دوتا دست در دست هم باعث میشه که عواطف و احساسات مطابق اون آرا باطله با همدیگه مزج میشن، یه حقیقت خرافی محضی رو محقق میکنن که به این سادگی نمیشه شکستش. لذا خدای فرخاره این همه انبیا فرستاده، این همه در حقیقت به اصطلاح رسول فرستاده، ولی اینها زورشون نرسید بر اینکه همه مردم رو متنبه بکنن. البته بنابراین این نبود که خدای تعالی این انبیا و رسول رو برای اینکه همه برگردن فرستاده باشه، و الا امر الهی قطعا بدون نتیجه نخواهد ماند. لذا انبیا در فعلشون محقق موفق بودن. دقت میکنید اون اینجور نبوده که اصل همه بدی در عالم کنده بشه، نه، بنابراین بوده که بدی از کوبی مرزش روشن باشه، این از بین نره. لذا کار انبیا عمدتاً چی بوده؟ عمدتاً این بوده که مرز خوبی و بدی در عالم بماند و مونده، و الان هنوز که هنوز این رسم و این که در حقیقت بدی بد است، این فعل تمام انبیا در طول تاریخ که محقق مون که با همه این قوتی که هست که مرز خوبی و بدی شکسته بشه و انسان عادت کند بر اون افعال بد و دیگه بد نبینه، این محقق نشده. لذا امام حسین علیه السلام میگه من میام برای شهادت با همه اون به اصطلاح سنگینی اون رابطه، تا چی بشه؟ معروف معروف باشد و منکر منکر، چون معروف منکر شده و منکر معروف شده. دقت می‌کنی؟ میگه من قیام میکنم تا معروف معروف باشد و منکر، یعنی این علت قیام همه انبیا و آمدن همه انبیاست که امام حسین علیه السلام در اون دریان داره بیان میکنه که این محقق مونده، لذا نتونستن این رو از بین، لذا انبیا موفق بودن. احتجاج تام شده، اگر معروف دیگه معروف نباشد و منکر منکر نباشد، دامنه احتجاج بسته شده، فطرت درونی انسان دیگه قدرت تشخیص پیدا نمی کنن. اما معروف اگر معروف باشد و منکر منکر باشد، دامنه احتجاج خدا با همه آزاد است و میتونه همه رو احتجاج باشون بکنه که چرا. اما اگر معروف هم معروف بودن خارج بشه و منکر منکر بودن، جای احتجاج باقی نمی مانند. لذا انسان دیگه میشه حیوان، این قبه تمیز دیگه نیست. پس انبیا تو طول تاریخ از اون اصلی ترین فعالیت هاشون این بوده که چی باشن؟ این دامنه احتجاج رو و این مرز بین خوبی و بدی رو پررنگ کنن که این قابل احتجاج باشد. البته به تبع این عده‌ای به سعادت میرسن، چون همین در وجودشون محقق میشه و سبب نجات، و عده‌ای به واسطه این مرزهای پررنگ چی میشن؟ به شقاوت میرسن، چون ترکش میکنن. در حالتی که در حالت عادی اگر نبودن انبیا، نه سعید معنا میداد نه شقی معنا میداد. پس انبیا میان، فعل انبیا تحقق و تمایز بین خوبی و بدیه و این محقق شده. نگیم یه موقع انبیا در فعلشون موفق نبودن، این غلطه، این غلطه. امکان ندارد تدبیر الهی در جای، حتی حضرات معصومین علیهم السلام با همه تدبیری که دشمن داشت در مقابل اینها، اینجور نبود که وظیفه‌ای که بر عهده‌شون بود و اون کاری که می‌خواستن انجام بدن اون کار ناتمام مونده باشه، و الا خدای تعالی در تدبیرش چی می‌شد؟ شکست خورده بود نعوذ بالله. تمام اون وظیفه‌ای که به عهده حضرات معصومین بوده، حتی اون جایی که دشمن او رو از ابتدای تولدش تا انتهاتون عسکر نگه داشته، تمام او با همون محقق می شده. دقت می کنید؟ منتها این بیان رو باید خوب به صراحت کار کرد که مأموریت الهی در وجود اینها امکان ندارد دشمن در دشمنیش جلوی مأموریت اونها رو بتونه بگیره، امکان ندارد. بله، این که نوع مأموریت با فعل دشمن در حقیقت
این خدای تعالی این رو تبیین کرد. البته امام سجاد علیه السلام مأموریتش رو در اون قالب و در اون هیئت عرض میکند، امام حسین علیه السلام در قالب و هیئت دیگری، امام حسن علیه السلام در قالب و هیئت دیگری، اما تمام اینها اون مأموریتشون چی شده؟ به تمامه به کماله در واقع محققون لما حققتون و مبتلون لما ابتلتون، یعنی این محققون لما حققتون و مبتلون لما ابتلتون یه حقیقه من شهادت میدم اشهد انکم محققون لما حققتون و مبتلون لما، یعنی این در واقع شهادت رو ما داریم میدیم شما تو مأموریتتون چی بودید در احقاق حق ابطال باطل کاملا در حقیقت موفق بودید و هیچ کوتاهی از جانب شما صورت نگرفته. خب هر کدوم از اینا یه بحث جدی رو میطلبد که از نگاه ذهنی انسان باید حواسش باشه که یه موقع کاهی تو ذهنها خطور غلط ایجاد نشه. خب و عجب من الجمیعه چیه؟ نگفت که نه ان الانسان لا یخلو من لا یخلو، یعنی از اون تقلید و اتباع در آراء نظریه که مذموم است. معلوماتی که حقیقیان این در حقیقت چی هستش؟ این تو تبعیت از اونها تقلیدن، یعنی اون معلومات حقیقیه. بله؟ بله بله، این در حقیقت معلومات حقیقی این حقیقی نیافته، این تقلیدن یافته، این باید به معلومات حقیقی میرسید. این تبعیت مثل همین الفین و علیه آبانا ما از طریق آبانون یافتیم. همین بحث رو تو به تقلید عرض کردم، به رجوع بکنید به صفحه 209 تا 212 کتاب ما، اونجا بحث مرز تقلید صحیح و مرز تقلید غیر صحیح رو که به اصطلاح هست در اونجا بیان میکنه ایشون. و عجب من الجمیع ما یراه و فی ذلک اهل الهزارت و علماء الطبیعیون، از همه این خرافات عجیب‌تر، از همه این مسائل عجیب‌تر این است که مایرا فی ذلک اهل الهزاره، این تمدن امروز، هزاره یعنی شهرنشینی و تمدن، اهل الهزاره و علماء طبیعت امروز این در حقیقت این رو بیان میکنند. فقط ذکروا ان العلم الیوم یبنی اساسه علی الحس و تجربه و یدفع ما دون ذلک، یبنی اساسه علی الحس و تجربه و یدفع ما دون ذلک، هر چی رو که با حس و تجربه یابن قبول میکنن، هر چی رو با حس و تجربه نیابن دفع میکنن. خود این جمله رو دقت بکنید، اینکه قبول اون چی که با حس و تجربه است، خب این اشکال ندارد. آدم با حس و تجربه یه چیزی رو میابه چیکار میکنه؟ حس و تجربه وسائل و ابزاری است که بالاخره انسان برای ادراک دارد دیگه، یافته اون چی که با حس و تجربه است اشکال ندارد. اما دفع غیر از اون چیزی که با حس و تجربه امکان پذیر نیست، این از کجاست؟ آیا این حسی و تجربی است؟ این که در حقیقت دفع اون من حس و تجربه من به اون دلالت نکرده بگم نیست، مگه میتونم بگم عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجوده؟ مگر اینکه بگم چیه؟ مگر بگم که فقط و فقط حس و تجربه است در پادر عالم. خب این خود این مقدمه که بگم فقط و فقط حس و تجربه است، آیا حس و تجربیه؟ دیگه این نیست دیگه. اگر بخوام بگم فقط و فقط هر چی که هست حسی و تجربیه، آیا این رو در حقیقت من با حس و تجربه یافتم یا نه این یه دلیل در حقیقت غیر حس و تجربیه؟ دقت کردید؟ اگر این دلیل رو زمینش نکنن نمیتونم بگم که ما دون ذلک رو دفع میکنیم، هر چی غیر از این هست نیست. درسته؟ این نبودن بالاترین خرافه است که بدون اینکه ما توجه داشته باشیم امروز، تمدن امروز توجه داشته باشه، کاملا این رو تثبیت شده تلقی میکنن و یقینی است و هیچ شک و شبهه‌ای دیگه درش نمیبینن. چون یه طرف مقدمش قطعیه، درسته که اونچه که با حس و تجربه دیده میشود جزء محسوسات ماست و هست، ما اینو قبول داریم. غیر از اون حسی حرفیست که الان شکاکی میگن که اونم که با حس و تجربه میابیم چیه بعدم؟ چون اینو بعد در پس آمودن بعد رسیدن به این که اونم که با حس و تجربه میابیم تازه اول شکی که اصلا هست یا نیست. ما نمیگیم اون هست، اما پس از او اون چه که با حس و تجربه قابل یافت نیست، ادراک نیست، چرا نباشد؟ چرا نباشد؟ آیا این حس و تجربیه؟ این که نیست؟ یا نه اگه حس و تجربی نیست پس حس و تجربه نمیتونه در اینجا قضاوت داشته باشه. درسته؟ قضاوتش تو هیته خودشه، سر جاش هم محفوظه. و یدفع ما دون ذلک و المدینه و الهزاره تمدن و در حقیقت این شهرنشین تبنی اساسه و علی استکمال الاجتماع فی کل کمال میسور مستیسر،
هر کمالی که امکان پذیره و شدنیه اساسش رو بر استکمال این کمال گذاشته در اجتماع و بنو تربیت علازاله تربیت رو هم بر همین اساس کار کرده، شکل دهی کرده، آموزش و پرورشش رو، کمالات اجتماعیش رو همه رو با این نگاه پایه‌ریزی کرده. خب این چه خرافه‌ایه؟ از این طرف بگیم نظام عالم چیه؟ مادیه فقط، درسته؟ از این طرف بگیم فرد فقط فرد ملاک است. اگر گفتیم فقط فرد ملاکه و دیگه حالت جمعی خیاله، چرا حالت جمعی چه معنی داره؟ هر کسی خودش و خودشه، کمالات خودشه. تا اومدی گفتی که جلوی این کمال رو از تو میگیرم چون در حقیقت منافیه با کمال دیگرانه؟ میگه این چرا؟ محدودیت برای من تا در حقیقت دیگران همینو بهره من بشن، چرا؟ اینو کی گفته؟ ملاک اگر شد عالم مادی، اگر شد ملاک گسستگی و عدم پیوستگی شد در حقیقت تنها، چون میدونید عالم ماده انسان رو به تنهایی و فردیت میکشاند، لذا کسانی که انزوای وجودشون از ابتدا قویه، نه انزوای کنترل شده، انزوایی که غیر مقابل کنترل شده است، بچه هایی که انزوا قویه توشون، نظام مادی تو وجودشون قوی تره، لذا میبینید که اون قلبه نفسشون نیست، نفس اون حالت تصریح خودش رو داره و حالا بحثی الان وارد نشیم که دور میشیم. بعد میفرماید که اینها چه جور تونستن اینا رو با هم جمع کنن غیر از خرافه؟ میگه برو در راه دفاع از این در حقیقت مملکت کشته بشو. با چه در حقیقت نگاهی میتونه رو توجیه کرد که این خرافه نباشد در منظر خودشون ها؟ میگه بعد نام نیکی از تو باقی میماند، قبر شهدای گمنام شما رو میسازیم، کشتگان گمنام شما رو، یا نه کشتگان شما رو پرچمها بر سرش میافراشتیم که در واقع بگیم اینها کشتگان، احترام میکنیم، سالی یه بار جمع میشیم احترام میکنیم. میگه اینا غیر از خیال و خیال زندگی وقتی برای این عالم مادی چیزی نیست، حالت اجتماعی که شما بگید مردم نام نیک شما رو زمزمه میکنن چه اثری برامو داره؟ چه اثری برامو داره که بگی برو کشته شو، نام نیکت بر سر زبان ها باشه، چه اثری دارد از جرده؟ یعنی خرافه است واقعا یا نیست؟ تو منزل خود این علم آیا این مغز خرافه است یا نیست؟ مغز خرافه است که بگی تو برو نام نیکت، مثل این میمونه که افسانه سرایی کنی برای دیگران. این افسانه سرایی تبکون اعتقاد، نام نیک افسانه سراییه، طرف مرده نام نیک به درد چیش بخوره؟ چه بهره ای از او داره؟ بحث فطرت رو اونا قائل نیستن. نه ما داریم بر اساس مبنای اونا داریم حرف میزنیم. نه ما داریم بر اساس مبنای اونا میگیم. طبق مبنای اونا خرافه محض معنی نداره. خود مبناشون میگه این غلطه، میگه این اساطیره، میگه اینا دروغه، میگه اینا باطله. خود مبناشون داره باطل میکنه. نه یه از مبنای ما بگید ما فطرت رو قائلیم، خب اوکی دیگه، اگر شد یه بحث دیگری میشه. اصل اون وقت بنا مبنای اینا رو تفتیه میکنه این فطرت. و معذاری ان و عجیب نفسه من اتباع الخرافه فان علوم الطبيعه انما تقص عن خواص الطبيعه وتسقط لموضوعها لموضوعاتها و به عبارت اخرى هذه العلوم الماديه انما تكشف دائما کار علوم مادی این است که ان خبايا خواص الماده از اون مخفی های خواص ماده داره چیکار میکنه؟ اون مرموزات و خبايا همون چیزای مخفیه، اون در حقیقت از اونها رو آشکار میکند. اما ما برا ازالکه بدون عالم ماده، غیر از عالم ماده، ورا عالم ماده، فلا سبیل لها الى نفیهی و ابطالهی، فل اعتقاد به انتفاع مالا تناله الحس و تجربه من غیر دلیله من ازهر الخرافا. ببین این حالت تهاجمیه، ما گاهی تو حالت تدافعی دائما، یعنی میگیم نگاه میکنیم میگیم که چی اون رو به ما میگن شما خرافی، درسته؟ ما دنبال اینیم که رفع کنیم خرافه از خودمون. اما یه حالت تهاجمی که بیاد بگه شما اساستون رو دارید بر خرافه پایه‌ریزی میکنید، شما چه جوابی دارید بر این؟ اینجا وقت باید این سوال از این طرف متوجه بشه که حالت چی بشه؟ تهاجم بشه. وقتی تهاجم شد با مبنای توی سازگاری چطوری حرف میزنید؟ و همچنین و کذلک بناء المدنی علی استکمال الاجتماع المذکور فان هذا الاستکمال و النیل بالسعاده الاجتماعیه ربما یستلزم این سعادت اجتماع هرمان به از افراد من سعادت الحیویت الفردیه که تحمل القتل و تفتیه فی الدفاع عن الوطن او القانون او المرا. اینا در راه کشور کشته بشن، در راه قانون اون کشور چی بشن؟ قیام کنن تا قانون تثبیت بشه. و المحرومیه من سعادت شخص لعجل لقای تحریم الاجتماع، این رو در حقیقت تجویز میکنن. فهازه الهرمانات
این محرومیت ها لا یقدم فیها الانسان الا ان عقیدت الاستکمال و انگراها کمالات این این در حقیقت هرمانات رو چی ببینه؟ انگراها این هرمانات رو کمال ببینه و لیس کمالات لنفسه، در حالی که کمال خود نفس شخص نیست، کمال اجتماع درسته؟ بل عدمون و هرمانون لها برای خود نفس شخص هرمان است، هرچند برای اجتماع کمال است. و این نماهیه کمالاتون لو کانت کمالاتون للمجتمع من حیث و مجتمع و این نمایورید الانسانو ال اجتماع ال اجل نفسه. انسانی که با اون نگاه محقق شده که عالم ماده اساسشه، اجتماع رو میخواد برای چی؟ برای نفس خودش، نه نفسش رو بخواد برای اجتماع. دقت میکنی؟ ببینید چقدر نکته دقیقه. این اجتماع رو میخواد تا بهرمندیش بیشتر بشه، هیچ موقع اجتماع رو نمیخواد تا خودش رو فدای اجتماع کنه. اجتماع اصل نیست که این فدا شدنش عادی باشد، بلکه نفس او اصل است و اجتماع هم برای بهرمندی بیشتر اوست، تا اجتماع تضمین بکنه بهرمندی بیشتر او رو. لذا میفرماید که انما یرید الانسان الاجتماع لاجل نفسه، لا اینکه نفسه لاجل اجتماع، نه که نفسش رو برای اجتماع بخواد. ولذالک کله محتالت هذه الاجتماعات لافرادها، اون چارجویی هایی که همون محتالت میله چارجویی، همون چارجویی که هذه الاجتماع لافرادها میکنن برای اینکه نشون بدن که حالا پس فرد فدای اجتماع بشود. فلقنوه ان الانسان یکتسب بالتفکیه ذکرا جمیلا و اسما باقیا علی الفخر دائما و هو الحیات دائما. این چه حیات دائمی است که عالم ماده اصلا قائل بهش نیست؟ این حیات خیالی که بعد از اینکه مرد میگه مات و وفات تمام شد، درسته؟ اینکه مرد تمام شد چیزی دیگه معنی نداره، پس چه خیالی و چه ذکر جمیلی؟ و هذه خرافتون، این طبق نگاه اینها یه خرافه عظیمی است و عجیبی است که باور دارن و هیچ کسی هم شک درش هم نمی کنن، شبهه درش هم نمی کنن. یعنی اونی که عالم از خواص می دانن اما می بینه به مصلحت نیست که اینو چکار بکنن، هم بزنن و آشکار بکنن، همین خرافه باشد بهتر است، چون و الا هرج و مرج میشه اگر براشون هر کی منافع خودشون فقط بخواد. رضا خدا رحمت کند از دایت الله بهادینی رو، یکی چی اومد و سیدی من اینو بارها گفتم ولی هر موقع یادم اومد، نشستون خدمت ایشون رفت و بلاد اروپایی برگشته بود، خیلی نظمشون عالیست، خیلی بهادینی اینقدر ناراحت شد. من میگم واقعا همیشه یادم میاد، اصلا میترسم ایشون اونجا سکته بکنه، صورتش قرمز بود، رگهای گردنش متورم شد از یه حرف و غیرت دینی. بعد گفت چرا نمیفهمی اون نظم حیوانی است؟ چرا نمیفهمی اون نظم حیوانی است؟ یه جوری به اون سید نزدیک بنده خدا اصلا خوش در بده واقعا، یعنی اینقدر با خطاب و عتاب و خلاصه غضب، خلاصه اون فکر کرد که این نظم حیوانیه، درست هم هست نظم، اما نظم حیوانیه، مثل گربایی که مقابل هم میخوابن تا چی بشه؟ همدیگه رو ندارن، نظم دارن اما ندریدن. لذا یه کسی میگفتش که من بودم توی لندن یا یکی از شهرهای دیگه، شاید همین لندن شد، میگفت بر رفت یک خلاصه در این چهار راههای مثلا چیست، یک هرج و مرج شد که هر کسی دنبال ادنا جایی بود تا چیکار بکنه؟ تا خودش رو زودتر برسونه. اون نظم دیگه برداشته شد دیگه، اون حالت چی؟ به حمله. اینجور نیست نظم حیوانه، البته نظم هست، ملکه هم شده در وجودشون، تثبیت هم شده، اما نظم بر این اساسه، یه خرافه ایست طبق اعتقاد خودشون. طبق اعتقاد خودشون این چیه؟ اگر تعلیم چیه خرافه بیش نیست، اگر هم گول خوردن به این نظم هم دادن، یه خرافه رو بهش هم دادن، اگر هم میرن کشته میشن یه خرافه رو بهش هم دادن، طبق اعتقاد خودشون، طبق نگاهی که اساس این در حقیقت شکل بود. بعدشون فرمود همینجور نظیر این خرافه، نظیر تحمل قانون است، همین بحثی که عرض کردیم، قانون گرایی، ان الانسان یجب له تحمل مر القانون و صبر على الهرمان فی بعض ما یش، دلش میخواد اینجوری نباشه، آزاد باشه، اما قانون گذاشتن، میگه تحمل کن این رو، میگه طبق در حقیقت مبنای شما قانون گرایی خرافه محض است، چون داری اینو از منافعش محروم میکنی، داری اینو حق براش میزنی. این میگه من، لذا میگه که اگر زورشون برسد کسی او خودش رو برای قانون میبینن. لذا ببینید کشورها یه اجتماعی که قوت و قدرت دارن بقیه اجتماعات رو چکار میکنن؟ تحت سلطان سهی داره خودشون، همین امروز هم میبینید در میارن و اینو این چی میبینن؟ این اون این عین همون حقیقت خودشونه. میگه تو نظام اجتماعیشون ببین چطوری نظام
اسلام اجتماعی، غلبه بر اجتماعات دیگری، یک کشته شدن از خودشون رو خیلی عظیم میبینن، اما هزاران کشته شدن از دیگران با دخالت اینها هیچ برایشون باقی نیست، مهمم نیست، میگن خب مثل حیواناتی که کشته میشن میبینن. این برمیگرده به اون نگاه که بین خودشون هم همین نگاهه، اما با خرافه چیکار کردن؟ اینجا آشکار شده خرافه، اظهار نمی کنن اونجا رو، اما اونجا رو با خرافه در حقیقت و قبولوندن نمیدونم تونستم عرض برسونم به مرد یعنی اونجا در حقیقت با خرافه این مطلب به مرد اگر تحلیل بشه ببینید واقعا طبق مبنای اونها این پسندیده نیست و خرافه بیش نیست، هرچند دارن بهره مند میشن ازش، اما مبناش خرافه است که دارن بهره مند میشن. ان شاء الله خدای تعالی ما رو در نظام دینیمون اینقدر قوی و باورمون رو نسبت به نظام دین اینقدر قوی قرار بده و با معرفت تام قرار بده که با تمام وجود نسبت به اون چی که در دین آمده باور و داشته باشیم و دفاع بکنیم و هیچ در حقیقت سستی و فتوری در اون چی که از دیگران میرسه برای ما ایجاد نشه که زودی بازده بشیم یا شل بشیم، سستی ببینیم. هرچند باید به هرچی که مسائل علمی انسان به نگاه علمی نگاه بکنه صحیحش رو بگیره، اما اینجور هم نباشه که به تعبیر مرحوم علامه اینقدر انسان تحت تأثیر ظواهر قرار بگیره که چی بشه؟ اون مبانی رو تو این ظواهر نبینه، مبانی تو ظواهر غافل بشه، نه انسان ببینه و خوبم تحلیل بکنه بتونه این بنا رو به مبانیش برگردونه، همچنین مبنای خودمون رو با بنا در حقیقت آشکار کنیم، قوت خودمون رو ببینیم و ضعف اونها رو هم ببینیم و بیابیم که غیر از خدا کسی در نظام انسانی قدرت ندارد قانون گذاری بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.